درآمد خارا، ردیف استاد عبدالله دوامی. دستگاه شور که نامش از همون وجد و حال و به نوعی آوازی که هنگام رقص و سماع برایت برمیگرده و همون شوری گفته میشه، شور درونی، من وجد و حال درونی که گاهی به انسان یک انرژی خاصی رو برای هیجانات میده و بی ربط هم به دستگاه شور نیست. واقعا در این دستگاه اون شور و حال واقعا نهفته است. مطربانشان از درون دف می زدند، بهرها در شورشان کف می زدند. در برهان قاطع اومده که نای رومی و نفیر رو به شور میگن، که البته در موسیقی ایران به این معنا استفاده نشده و معمول نبوده. شور اگرچه از دستگاه قدیمی موسیقی ایران به حساب میاد، اما نامش در موسیقی قدیم ایران وجود نداره. این دستگاه شور امروزه جزو 7 دستگاه اصلی موسیقی ایران به شمار میره و جزو بزرگترین دستگاه‌ها به حساب میاد که متعلقات زیاد و گوشه‌های زیادی داره و یکی از دستگاه‌های 7 گانه موسیقی آذربایجان هم هست. همونطور که گفته شد، در موسیقی قدیم و باستانی ایران هم نامی از شور وجود نداره. اما در موسیقی عرب از بین 52 مقام 30 مقام هستن که نام ایرانی دارن و یکی از اونها با نام پارسی شورک شناخته میشه که همین بی‌ربط به شور ما نیست و این مقام ها در مصر و لبنان و سوریه رواج داره. بسیاری از الحان شور که در حال حاضر در دستگاه شور وجود دارن در قدیم وجود داشتن و از تطابق مقامات ملایم با فواصل امروزی تقریبا همسان میتونه باشن. از جمله حسینی، بوستان، جان فضا که در ادوار مقاصد الالحان فواصل اینها ذکر شده و قابل مقایسه هست با دستگاه شور و گوشه های آن. شور اما با کمی تفاوت میتونه شبیه باشه به مقام های قدیم یونان، از جمله دوریان و ایولیان یا آولیان. به عنوان نمونه اگر ما از نوت ر دوریان رو در نظر بگیریم، ر می فا سول لا سی بمول دو ر، اگر می رو کرم کنیم در اصل به نوعی شور به وجود میاد. هرچند می دونیم در دستگاه شور ما تغییرات پرده ای و اینها داریم، ولی به طور کلی این رو عرض می کنیم. و همچنین ایولیان که از لا شروع میشه، که میشه لا سی دو ره می فا سول لا، در اصل اگه ما سی رو کرم کنیم شور به وجود میاد. شور رو بعضی ها مخفف شورانگیز هم دونستن. عارف میگه دستگاه شورانگیز مفرح نشاط که طعم شیرینی آن از ذائقه اهل ذوق روزی برود که سر نباشد. و در ادامه میاره که چرا آواز رنگیز است. دستگاه شور داره متعلقات وسیعی هست و بسیاری از نغمه های محلی از جمله دشتستانی یا گیلکی رو هم در مجموعه خودش که حالا دشتی باشه داره. به طور کلی اگر به صورت گامی بخوایم اون رو بررسی کنیم، داره 2 دانگ غیر همسان هست. مثلا از ره بخوایمون در نظر بگیریم، ره میکرون فا سول، دوم نیم بزرگ، دوم نیم بزرگ و دوم بزرگ. دانگ بعدی که از لا شروع میشه که اینجا یک فاصله در سیستم گامی در نظر میگیریم براش که حالت تنینی یا دوم بزرگ داره، میشه لا سی بمول دو ره که دوم کوچک، دوم بزرگ و دوم بزرگ هست. و بعد هم میتونه دانگ سومی هم بعد از این به وجود بیاد که معمولا شور پایین دسته رو از اینجا به بعد اجرا میکنن، یعنی تکرار همون در اکتاو بالا. بر اساس حروف ابجد قدیمی اگر بخوایم در نظر بگیریم، سول رو برابر با نوت الف بدونیم، الف جیم ه ه جیمی که 2 باشه، رکوران یه یه می بمول، فا یه و یه و هه جیمی هم میشه سول. در اینجا در اصل ره رو کرون گرفتیم. واسه یه مجنب، مجنب تنینی، بعد مجنب مجنب تنینی تنینی. البته خود بنده نگاه دانگی به
موسیقی ایرانی دارن و سیستم دانک‌ها رو در ویدیوی دیگری که در دستگاه شور ردیف استاد دوای بررسی شده خواهیم آورد و دانک‌ها رو بررسی خواهیم کرد. اصطلاح چپ کوک و راست کوک. بسیاری موارد از من سوال شد در مورد اینکه راست کوک چیست و چپ کوک چیست. اصطلاح راست کوک و چپ کوک یک اصطلاح بسیار قدیمیه که میشه گفت بعد از دوره قاجار باب شده و شاید دلیل این بوده که چون دسته ساز معمولا رو به بالا قرار میگرفته و زاویه یه مقدار رو به تعالیب داشته در سازهای دستاندار، معمولا ما راست سیمهای بم وجود داشتن و چپ سیمهای زیرتر و وقتی ما برای خواننده‌ای از سیمهای بالاتر استفاده میکردیم میگفتیم این راست کوکه یا داریم دستگاه راست کوک میزنیم و اگر از سیمهای پایینتر استفاده میکردیم مثل سیم اول در ستار میگفتیم چپ کوکه. بر اساس این تعریف راست کوک معمولا برای خوانندگان مرد استفاده میشه و چپ کوک برای خوانندگان زن. این اصطلاح البته بسیار دقیق نیست. در موسیقی غربی یک طبقه بندی بسیار دقیق تری برای طبقه بندی صوتی از جمله سوپرانو، آلتو، تنور و باس و بعد حالا کنتر باس یا اون طرف مسو سوپرانو یا باریتون استفاده شده که دامنه صوتی اینها از نوتی تا نوت دیگه دقیقا مشخص شده رنج. ولی به طور کلی معمولا خانم ها چون زیرتر میخونن بهشون میگیم چپ کوک و آقایون چون بمتر میخونن میگیم راست کوک. البته ما خوانندگان مرد راست کوکی هم داشتیم و داریم که معمولا این خوانندگان به دلیل اینکه حالا در ایران حرمت صدای زنان وجود داشته مورد توجه قرار گرفتن در دوره هایی و اینکه معمولا بسیار از خوانندگان مرد سعی میکنن در رنج صدای بانوان بخونن، یعنی در راست کوک بخونن و از یک فن خاصی برای صداسازی برخوردار هستن که خیلی هم قابل توجهه و بسیار بالا میخونن مثل بسیار از کارهایی که استاد شجریان کردن یا مرحوم ایرج بسطامی و در رنج چپ کوک به اجرا پرداختن. به طور کلی وقتی بخوایم شور رو بررسی کنیم، شورهایی که در سیم زرد در دستان اول قرار میگیرن تا حدی میتونیم بگیم شور راست کوک هستن، مثل شور سول یا مثل شور لا یا مثل شور سی. اما شور دو، شور ره و شور می رو به شور چپ کوک میگیم. شور فا هم قابل اجرا هست که معمولا اون رو در رنج راست کوک در نظر میگیرن. بر همین اساس متعلقات شور هم چیده میشن. مثلا اگر ما عبارتهای لاکورون بخوایم اجرا کنیم میشه راست کوک، عبارتهای رکورون بخوایم اجرا کنیم میشود چپ کوک، یا افشاری دو افشاری راست کوکه، یا افشاری ره که در شور لا قرار گرفته. اما افشاری سول و افشاری لا و حتی افشاری فا چپ کوک به حساب میان. همچنین دشتی ره دشتی راست کوک هست، دشتی لا دشتی چپ کوک، یا بیات ترک دو و بیات ترک سی بمول راست کوک، بیات ترک می بمول و بیات ترک فا چپ کوک. در دستگاه نوا اگر نوای دو میزنیم نوای راست کوک هستیم و اگر نوای فا اجرا میکنیم نوای چپ کوک به حساب میاد. سگاه لاکورون و سگاه سیکورون سگاه های راست کوک هستن، سگاه رکورون، سگاه میکورون، سگاه فاسوری، سگاه چپ کوک هستن. همایون رکورون، همایون میکورون و همایون فاسوری چپ کوک به حساب میان، اما همایون لاکورون یا همایون سیکورون یا احتمالاً همایون دوسوری اگر قابل اجرا بشه در ساز همایون راست کوک. همینطور چارگاه دو چارگاه چپ کوک به حساب میان، چارگاه سول چارگاه راست کوک، چارگاه رب باز چپ کوک به حساب میاد، چارگاه لا راست کوک. در ماهور هم ماهور سی بمول و ماهور سول راست کوک به حساب میاد، ماهور می بمول، ماهور فا، ماهور می بمول و ماهور دو ماهور چپ کوک به حساب میاد.
همچنین ماهور فا ماهور راسکوک هست. واژه خارا، درآمد خارا همچون نوروز خارا که از الفاظ قدیمی در موسیقی کهن ایران مرسوم هست و بوده، در دوران ساسانیان هم به کار رفته. خود خارا به معنی نوعی سنگ هست که شبیه به گرانیت هست و یا نوعی پارچه ابریشمی موجدار یا راه راه، بهش خارا گفته میشه. اما در دستگاه شور دو بار خارا به کار میره، یکی درآمد خارا و یکی گوشه خارا. درآمد خارا اگر در همین شور ره در نظر بگیریم، وقتی ما به دانگ قبل که شامل لا سی کرون دو هست و همچنین سول یک نظری بکنیم، میگیم درآمد خارا به وجود اومده. اما شاهدش همچون درآمد عادی شور همون نوت ره هستش. اما گوشه خارا که در محدوده کوچک و بزرگ، بیشتر بزرگ در نظر گرفته میشه، روی نوت دو قرار میگیره، یعنی یک هفتم بالاتر از شاهد شور و شبیه به حالت ابو عطا خواهد بود. و بعد ما رو در فرودها روی سول میندازه و شاهدش دو هست. دانگایی که در درآمد اول خارا به کار رفتن، دانگ می، فا سوری، سول، لا که دانگ شور هست، می تا فا سوری سه روی پرده یا همون مجنب، فا سوری تا سول سه روی پرده یا مجنب و بعد سول تا لا پرده که همون دانگ شور هست. دانگ یکم در این ردیف به حساب میاد. دانگ دوم که پیش دانگ بهش میگیم و دانگ خارا هست، لا سی کرون دو ره، سه رو به پرده، سه رو به پرده و یک پرده. و دانگ اصلی شور ره می کرون فا سول که در اینجا دانگ سه در نظر گرفته شده در این ردیف. پس سه تا دانگ شور پشت سر هم داره که پیوسته و همدیگه چسبیدن. علامت مایه نما در کل دستگاه شور سی بمول، می کرون و لا کرون هست. جایی که نیاز باشه در همون خط نوت تغییر میکنه و علامت تغییر دهنده پشت نوت در همون خط میاد که در همون خط صادقه و در خط بعدی دوباره از علامت مایه نما یا سرکلید استفاده خواهیم کرد. کوکتار دو سول ره، سیم اول برابر با بی در تیونر در نظر گرفته شده. ره در آغاز با نوت ر شاهد شور شروع میکنیم. نوت ر تثبیت میشه، بعد به سمت خارا میاییم. دو سی لا سول، راست چپ راست راست، سی کرون هست، لا به کار، راست چپ راست راست. حالت فروشو داشت، حالت برشو. سول لا سی لا ره، از سول به سمت ره میاد، دوباره ره رو تاکید میکنه، دو ره و بعد دو ره. بدانیم که علامت تکرار بیرون از کادر هست، دفعه دوم راست میزنیم روی نوت ره. بعد دوباره یک حرکت فروشو میخوایم انجام بدیم، دو ره دو ره میزنیم، روش دو را که میزنیم به فا بزنیم، یعنی دو فا دو. دو ره سی دو لا سی سول، دو ره سی دو لا سی سول. دوباره تحریر فراز رو داریم که به سمت بالا میاد، سی لا دو سی دو. بعد یک حرکت چهارم بالاتر به سمت نوت اوج این درآمد که سول باشه و بعد تحریر نشیب، فاس فاس میس میس رف رف دوم دوره.